به نام خدا و شبتان خوش. پس از یک وقفه طولانی ما بار دیگر برنامه مناظره کابل آغاز کردیم. سه هدف اساسی برای آغاز دوباره مناظره کابل داریم. در نخستی که افغانستان یک کشور هست که به اساس قانون اساسیش آزادی بیان تضمین شده و شهروندان حق دارند تا یک گفتگو کنند میان یکدیگر و آنچه که باور دارند و فکر میکنند با یکدیگر شریک بسازند. هدف اصلی برنامه مناظره کابلی خواهد بود که ما بتانیم مقامات، کسایی که تاثیرگذار هستند و رهبری میکنند پروسه ها را، با شهروندها نزدیک بسازیم که شهروندها نگرانی، پرسش ها و نظریات خود شریک بسازند و همزمان سایر حکومت دارا و کسایی که دخیل هستند در این پروسه به گونه مستقیم از مردم افغانستان بشنوند. به این مفهوم که مناظره کابل یک پلتفرم برای ابراز دیدگاه های آزادانه مردم و پاسخ های حکومت خواهد بود. بحث دوم که ما خواستیم مناظره کابل را برگزار کنیم، مناظره کابل برای مسائل روز، اما از یک دید متفاوت تر تلاش میکنیم با مهمانان متفاوت تر بپردازه که ما امیدوار هستم به رقمی که ما توقع داریم هم شهروندان کمک بکنن و هم سایر بازیگرا در داخل افغانستان به شمول حکومت افغانستان تا به این هدف هم برسیم. و نقطه سوم این است که بخش از اطلاعاتی که در افغانستان تولید میشه به باور ما یک قسمتش روشنگرایانه است و یک قسمتش خود تاثیر منفی بر قضاهای کنونی در افغانستان داره. افکار عمومی بسیار مهم است و ای که چگونه اطلاعات در اختیار مردم قرار میگیره و از چی مسیری اطلاعات قرار میگیره هم به مو اندازه مهم هستند. مناظره کابل یک فرصت خواهد بود که ما بتانیم تمام طرف ها را اجازه بدیم تا دیدگاه هایشان به گونه واضح و آشکار و آزادانه با مردم شریک بسازند تا در راستای ساختن و شکلگیری افکار عمومی در افغانستان یک وظیفه خود انجام داده باشیم. برنامه امشب ما به همی دلیل به یک بحث کلان کارمان جمعی در افغانستان است و پروسه صلح افغانستان اختصاص یافته. طبیعتاً که برنامه آغازگر یک سلسله از گفتمان ها میتانه باشه، اما به تنهایی نمیتانه همه ابعاد در یک برنامه یک شب خلاصه شوه. ما توقع داریم امشب تا به آنچه که تا هنوز صورت گرفته و راه حل ها بپردازیم فراتر از آنچه که شنیده شده. امیدوار هستم تا یک ساعت و نیم دیگه با ما بمانین و با حضور مهمانان، صاحب نظران و یک جمع از دانشجوهایی که در از پوهنتون‌های مختلف اینجا با ما اشتراک دارن در این بحث به نظریات دیدگاه‌هایشان گوش بدین. اجازه بدین پیش از این که ما به معرفی مهمانانم برسم یک سپاس ویژه بکنم از همه کسایی که امشب با ما در این برنامه حضور دارند و ما منتگذار همه هستم. همزمان همکارم در بخش خبر یک بسته معلوماتی کوتاه را تهیه دیدین که کمک میکند تا یک بسترسازی شود به بحثی که ما قرار است امشب داشته باشیم. حالا از همکارای تکنیکیم تقاضا میکنم که همین بسته معلوماتی که در مورد برنامه امشب که پروسه صلح افغانستان است تهیه دیدین به نشر برسانه. این دیدگاه به این بسته دیدگاه تلویزیون یک نیست، بلکه معلوماتی است که در میوکنون در مورد این پروسه وجود داره و طبیعتاً این بسته معلوماتی کمک ما میکنه تا نخستین پرسش آغاز بکنیم. همکاران عزیز لطفاً نشر کنین بسته معلوماتی ما را. صلح، رویای دیرینه و دست نیافتنی مردم افغانستان. با وجود تلاش‌های زیاد، ایجاد نهادهای متعدد و هزینه میلیون ها دلار، با آن هم این رویا با گذشت هر روز دست نیافتنی تر می شود. طالبان همواره دست صلح حکومت افغانستان را پس زدند. نند صلح امکانات تر بر هر وقت. حکومت وحدت ملی در نشست ژنو و نشست دوم روند کابل طرح صلح خود را با نمایندگان جامعه جهانی شریک ساخت. طرحی که در برگرنده گفتگوهای بدون قید و شرط و مشوق‌های زیاد به طالبان بود. اما مثل همیشه پاسخ طالبان به این پیشنهادها منفی بود. این گروه فقط یک خواست را مطرح می‌کرد: گفتگو با آمریکا. آمریکا تا آن زمان تاکید داشت که نمیخواهد با طالبان گفتگو کند و این گروه باید با کابل مذاکره کند. اما یک سال پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور گفتگوهای مستقیم با طالبان را صادر کرد. سرانجام 9 ماه پیش طالبان به گونه کامل به این خواستشان دست یافتند، با معرفی زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، چهره آشنا و دخیل در ایجاد نظام نوین که موافقان و مخالفان زیاد در افغانستان دارد.
آقای خلیلزاد مأموریت گرفته که طالبان را به دست کشیدن از جنگ و توافق صلح با آمریکا بکشاند تا اینکه زمینه برای بازگشت نیروهای آمریکایی به خانه هایشان فراهم شود. تا هنوز شش دور گفتگوهای رودرو میان او و نمایندگان طالبان برگزار شده است. نخستین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در 12 ماه اکتبر 2018 در دوحه برگزار شد. دور دوم این گفتگوها نیز در 16 نوامبر 2018 بار دیگر در دوحه برگزار شد و دو طرف بیشتر درباره چگونگی دست یافتن به توافق صلح گفتگو کردند. در آغاز هر دو جانب از بحث‌های صورت گرفته و نیز احتمال رسیدن به یک توافق صلح ابراز خوشبینی کرده بودند. حکومت افغانستان نیز که از گماشتن خلیلزاد استقبال کرده بود، امیدوار بود تا این گفتگوها بسیار زود منجر به زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت شود. اما دور سوم گفتگوهای خلیلزاد و طالبان در ابوظبی روابط کابل و واشنگتن را گونه دیگر ورق زد. در این دور گفتگوها که 17 دسامبر برگزار شد و 3 روز ادامه یافت، نمایندگان کشورهای امارات، عربستان و پاکستان نیز حضور داشتند و نمایندگان از حکومت افغانستان به ابوظبی رفته بودند. اما طالبان حاضر نشدند با نمایندگان حکومت دیدار و گفتگو کنند. از همینجا روابط کابل و واشنگتن بر سر صلح به تیرگی گرایید و فضای شک و ابهام میان دو طرف به میان آمد. خلیلزاد هرچند پس از هر دور گفتگوهایش به کابل می آمد و جزئیات گفتگوها را با رهبران حکومت وحدت ملی در میان می گذاشت. دور چهارم، پنجم و ششم گفتگوها میان خلیلزاد و طالبان نیز جدی‌تر و طولانی‌تر از پیش ادامه یافت، چنان که دور ششم گفتگوها بیش از 2 هفته به درازا کشید، اما بدون دست یافتن به توافق. سلامت باشین، خوش آمدین. تنش ها میان رئیس جمهور غنی و زلمه خلیلزاد نیز کم کم از چهار دیواری های ارگ بیرون رفت و رسانه ای شد. زلمه خلیلزاد در گفتگوی ویژه با تلویزیون 1 از نبود اجماع داخلی در افغانستان انتقاد کرد و تاکید کرد که صلح در افغانستان قربانی می خواهد. میگن باز حتی میگن حاضر هستن سر خود قربانی بدن برای صلح، اما یک اجماع برای چی قربانی داده شوه در این طرف، یعنی طرف ضد طالب افغانستان آزاد وجود نداره به فکر ما صحبتهایی که ما داشتیم. چند روز بعدتر رئیس جمهور غنی در اجتماعی میان جوانان گفت صلح گذرا نمیخواهد و اگر خونشان بریزد همچون شاه شجاع و یعقوب خان معاهده گندمک را امضا نخواهد کرد. ما با همه دوستی میخواهیم، اما دوستی که استقلال، عزت و افتخار ما را تامین کنه. نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چه ده گندمک مایده امضا کرده. این گفته ها از این هم فراتر رفت. مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور غنی در سفرش به واشنگتن زلمه خلیلزاد را متهم کرد که به دنبال ایجاد اداره موقت در افغانستان است که خود در رأس آن باشد. گفته هایی که به شدت روابط کابل و واشنگتن را پرتنش ساخت. گذشته از این، مسکو نیز موازی با واشنگتن وارد مسئله صلح افغانستان شده و تا هنوز 2 بار میزبان نمایندگان طالبان و چهره های سیاسی افغانستان بوده است. آخرین دور این نشست که ملا برادر رهبری گروه طالبان را بر دوش داشت، نمایندگان این گروه همچنان بر موضع گذشته ایشان پافشاری کردند. اما در تمامی این نشست ها که از سوی واشنگتن و مسکو راه اندازی شده، غایب اصلی آن دولت افغانستان بوده است. خلیلزاد جدا از کابل و دوحه در هر دور سفرش به شمار از کشورهای منطقه و جهانی سفر کرده تا اجماع منطقه‌ای و جهانی را برای تامین صلح در افغانستان به میان بیاورد. تا هنوز 2 بار نشست‌های میان نمایندگان ویژه کشورهای آمریکا، روسیه و چین نیز در پیوند به صلح افغانستان برگزار شده و خوشبینی‌های وجود دارد که دیدگاه‌های مشترک میان این 3 کشور اثرگذار منطقه و جهان درباره صلح افغانستان به میان آمده است. در این سو رئیس جمهور غنی نیز برای آنچه دست یافتن به نقشه رای صلح خوانده لوی جرگه مشورتی صلح را برگزار کرد. بر بنیاد سفارش لوی جرگه، رئیس جمهور غنی دستور آزادی نزدیک به 900 زندانی طالبان را داد. با وجود همه اینها، اما دورنمای صلح افغانستان همچنان تاریک و مبهم به نظر می رسد. ما امشب از آقای محمد عمر داودزی، یکی از رهبران پروسه صلح افغانستان که به نمایندگی از افغانستان هم بخش از شورای صلح
رهبری میکنن و همزمان نماینده خاص رئیس جمهور در امور برای ایجاد اجماع در امور منطقوی هستند. ازشان خواهش کردیم تا با ما باشند. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند که یک چهره دوامدار حامی ارزشهایی که ظاهرا طالبا بر او باور ندارند. و ما میخواهیم در ادامه از این بحث روی ارزش‌ها صحبت بکنیم و آقای جاوید لودین معین پیشین سیاسی و یکی از سیاسیون فعال افغانستان در عرصه صلح که برای همگی خوش آمدید میگیم. در کنار مهمانانم که در پنل با ما حضور دارن، یک جمع از صاحب نظرها هم اینجا حضور یافتین که من از تک تک شما سپاسگزاری و قدردانی میکنم. چیزی که ما تا هنوز میدانیم حداقل شامل 5 مورد میشه. مورد اول که آمریکایی ها با طالب ها نزدیک به 7 دور که 6 دورش تکمیل شده و دور 7 قرار است آغاز شود گفتگو داشته و در این گفتگو کمترین معلومات هنوز در اختیار مردم افغانستان است و این یکی از چالش های بوده که حکومت افغانستان هم پیوسته از او ابراز نگرانی کرده. اما به خاطر از اینکه توازن مد نظر گرفته شود، نماینده خاص حکومت ایالات متحده آمریکا بارها در گفتگوهای ویژه، به ویژه گفتگویی که با تلویزیون یکم داشته، در مورد ابعاد از این گفتگوها صحبت کرده که هنوز پرسش‌های زیاد به همراه است. نکته دومی که ما می‌دانیم حکومت افغانستان ظاهراً از این پروسه ناراض است و نارضایتی مرقمی که در این بسته هم شریک شد به ابعاد گوناگونش انعکاس یافته و سخت‌ترینش انتقاد مشاور امنیت ملی افغانستان از آقای دکتر ظلمی خلیلزاد بودند. نقطه سومی که مردم افغانستان نگران هستند که آیا طالب ها تغییر خوردن یا گروه های دهه 90 هستند که با قضایای ایدئولوژیک برخورد میکنن و حاضر نیستند که از ارزش هایی که امشب ما در این استودیو این مناظره را برگزار بکنیم حمایت بکنن و شامل پروسه شوند که همه شاملش باشه، بلکه خواهان دیدگاهی هستند که دیگرها را میخواهند جذب بسازند. نقطه چهارمی که بر مردم سوال اساسی است این نقطه است که آیا اجماع وجود داره برای صلح میان سیاسیون افغانستان، چیزی که آقای خلیلزاد هم از اون نگرانی کرد. و نقطه پنجم که من او را به یک سوال هم طبیعتا تبدیل میکنم و از دکتر صاحب سمر میپرسم این است که دو روایت وجود داره در افغانستان. یک روایت روایت افغانستان آزاد که ما شاملش میشیم و یک روایت روایت طالب ها. ظاهرا همه به یک چیز توافق دارند که راه حل نظامی برای از بین بردن یا شکست دادن یک روایت در افغانستان وجود ندارد، نه این طرف افغانستان آزاد نه طرف افغانستان که طالبا از اون نمایندگی میکنند. پس راه حل برای رسیدن به یک توافق چی بوده میتونه در داخل افغانستان؟ دوزه سب اگه اجازه باشه با شما آغاز بکنم با اجازه مهمانا و بپرسم که ما در کجای پروسه قرار داریم؟ اگر به دو قسمت ببینیم، از زاویه داشتن یک نتیجه ملموس و داشتن یک پروسه‌ای که در حال پیشرفت است. اگر زاویه اول ببینیم، درست است که هنوز نتیجه دور است، و نتیجه دلخواهی که او یک حل دائمی و پایدار مسئله است، از او هنوز فاصله داریم. ولی از لحاظ پروسه که ببینیم قدم های خوبی برداشته شده، پیشرفت های هست. از جمله پیشرفت های تا این سال جاری که ببینیم برای اولین بار سرخط صلح شده. سال های گذشته به شمول 3-4 سال گذشته عنوان اول جنگ بود و یا هم اختلاف بین مشترکین حکومت وحدت ملی بود. اگر کمی به جزئیاتش هم بریم، پروسه از اونجا آغاز شد که پارسال یعنی 8 ماه قبل ایالات متحده آمریکا یک مشوره آغاز کرد با قشر سیاسی افغانستان، با قشر مدنی افغانستان و با دولت افغانستان که آیا وقت از این رسیده که با طالبان مستقیم مذاکره شود، یعنی بین آمریکا و طالبان. تا جایی که مداخل بودم در اون مشوره و خبر دارم هیچ کسی از قشر سیاسی و اکثریتی از قشر مدنی ممانعت نکردن، تایید کردن که بله وقت ازی رسیده.
حکومت در موایل هم یک چیزی ملاحظات خود داشت و یکی از ملاحظاتشان همی بود که اگر صحبت بین امریکا و طالبا به درازا بکشه بازو مشکلات خود با بار میاره. اگر یک بار دو بار باشه و با مذاکره بین دولت و طالبا آغاز شوه او را استقبال کردن. خب به می شکل توافق شد و امریکا نشستای داشتند که دور ششم ختم شده و دور هفتم پیش روی ما هست. ولی کمی در بین میگذاریم دیروز میگیریم و امروز میگیریم که آقای خلیلزاد کابل تشریف دارند می چند روزی گذشته و ما حداقل چهار بار شاهد صحبت بین دولت افغانستان و آقای خلیلزاد بودیم و تیمشان و سه بار هم ما شاهد صحبتای بودیم که آقای خلیلزاد با جامعه مدنی و با قشر سیاسی داشت ولی البته به میزبانی دولت افغانستان. در او همه چند نقطه مشترکی بود که در او صحبت بین امریکا و طالبا در دو مورد پیشرفت شده و در دور هفتم هر دو مورد باید بسته شوه و برن تمرکزشان به دو مورد دیگه که چهار مورد هست که انشالله همگی باید دارن که اولش خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است، دومش رابطه طالبا با تروریسم و رول طالبا در مبارزه با تروریسم و سومش هم مذاکرات بین افغانها و چهارمش هم آتش بس. قراری که ما شنیدیم در دوران سفر فعلی یا جاری آقای خلیلزاد اونا گفتند که در قسمت رابطه طالبا با گروپای تروریستی و با تروریسم در مجموع پیشرفت قابل ملاحظه است و تقریبا نهایی شده و به این معنی که یعنی طالبا با موضحتی که امریکا میخواست و مردم افغانستان توقع داشت تعهد کردن که دیگه در اون مناطقی که زیر کنترلشان است با طالبا با تروریست ها رابطه نمی داشته باشند و با اونا پناهگاه نمیتن. و در دور هفتم قرار است که روی مسئله خروج نیروهای بین المللی صحبت شوه و نهایی شوه و بعد میریم به مذاکره بین الافغانی یا مفاهمه بین الافغانی، بهتر است مفاهمه بگیم در این قسمت، که قرار است به تاریخ 6 و 7 یک جلسه 6 و 7 جولای یک جلسه در قطر با میزبانی قطر و با فراهمی تسهیلات توسط آلمان ها برگزار شوه. یک نقطه را دیروز مؤخرین باری که مدیدم تاکید کردن آقای خلیلزاد که ام پالیسی امریکا برقرار است که هیچ چیز نهایی نشده و نمیشه تا همه چیز نهایی نشه. در هیچ مورد توافقنامه وجود نداره، توافق وجود نداره تا روی همه امیر چهار مورد توافق صورت نگیره. یعنی اگر در یک مورد نزدیک به توافق هم است بازو را میبندن و یک جای میگذارن و شروع میکنن به مسئله دوم. دوزه صاحب، وضاحت توییت خلیلزاد در موردی که تا روی همه چیز توافق صورت نگیره، بله، روی هیچ چیز توافق صورت نگرفته بارها در مورد صحبت شده. اما نگرانی مردم با وجود که شما سرخط شدن صلح را به عنوان یک پیشرفت میدانین، اما نتیجه از این تابوت بیشتر بر مردم بوده. هم طالبا بیشتر خشن شدن در روی کرد نظامیشان و همزمان هم حکومت افغانستان فشار سیاسی را به خاطر بدلایل متفاوت بیشتر ساخته که نتیجهش به اساس گزارش یونما تلفات بیشتر غیر نظامیان به مردم است. نقطه دومی که ما از شما میخواهیم بفهمم اویی است که وقتی که آمریکایی ها با طالب ها به نتیجه میرسند، دو مورد اول هم رقمی که شما گفتین چارچوب چگونگی پروسه توسط امریکا تعیین شده و اولویت بندی هم توسط امریکا شده، یک پرسشی که وجود داره، آیا توافق بین امریکا و طالب ها حتی اگر روی دو مورد اول باشه تاثیر منفی بالای آغاز پروسه نمیرسانه؟ به این مفهوم که طالبا به این فکر میشن که خب ما با امریکایی ها جور آمدیم دیگه، نیاز نیست که از خود انعطاف نشان بتیم در بحث های دیگه. و طرف دیگه ظاهرا حکومت افغانستان هم روی کرد خشن داشتن نسبت به خواست هاش، استفاده از ابزار قربانی در برابر قضایا، حمایت از ارزش ها با در نظر داشت از این که پیشتر اعلان کرده بود که هیچ پیش شرط نداره و این خود میتونه که باز
پاسخ شما برای این دو نقطه که نگرانی عمومی است اگر کوتاه لطف کنم چیست؟ تجربه نشان داده که هر پروسه صلح که به طرف نتیجه نهایی نزدیک میشه جنگ شدت پیدا میکنه و او دلیلش است که طرفین کوشش میکنن که در عرصه جنگ دست بالا داشته باشه تا زاوی قوت گپ بزنن روی میز مذاکره و بعضا که موقفا و موضعی دو طرف از هم دور معلوم میشه دلیلش میباشه که وضاحت میه در موقف دو طرف. امی دمی گفتمان بین امریکا و طالبان ما دیدیم که در دور اول یک صحبت شنیدیم از طالبان و داخل دوری دو دیگه شنیدیم، در سیومش کمی تفاوت داشت. هر باری که میشتن وضاحت میامد در موضع گیری هایشان و در موقف هایشان. ولی قسمت دومه که اگر امریکا با طالبان به توافق برسن پروسه عمومی را متضرر می سازه، یعنی مردم افغانستان در کجای معادله قرار دارند، دولت افغانستان در کجای معادله قرار دارد. این اگر طور مثال همی دو موردی که یا سرش پیش رفتم کدن، در اول اگر شما متوجه باشین امریکایی ها گفتن که و طالبان گفتن که صحبت روی ازی بود که طالبان تعهد کنن که خاک افغانستان به ضد کسی دیگه استعمال نشه. بعد دولت افغانستان گفت که طالبا خو خاک افغانستان زیر کنترل نداره. این شما خیلی صحبت میگید مثل که طالبا حاکم کل افغانستان باشه. دور دیگه که رفتن وضاحت خواستن، هر دو طرف وضاحت دادن و باز بالاخره یعنی که به آخرش نزدیک شده میگفتن که امریکا گفتن که نه، منظوری بوده که طالبا رابطه نگاه نکنن با گروپ های تروریستی و مثل گذشته همکاری نداشته باشند و در مناطقی که زیر کنترلشان است اوج منظور است و او مناطقی که زیر کنترلشان هست تا زمانی که زیر کنترلشان است اگر با معاهده صلح برسیم خب کل اونمو مناطق هم زیر کنترل نمیه، زیر کنترل دولت وقت افغانستان میه، بازو دولت میفهمه کارش. در مورد خروج نیروهای بین‌المللی هم عین شکل است. مثلا طالبان میگه برای ما ابلاغ کنین تقسیم اوقات خروجیتان. واقعیت امریست که موقف امریکایی امی هست و باید هم امی باشه که برای طالبان بگوین و ما تا جایی که خبر دارم برشان گفتن که شما یک قسمتی از جامعه افغانستان هستین، شما حق دارین بگوین که امریکا بره ولی شما کل جامعه افغانستان نمایندگی کرده نمیتون. ما تقسیم اوقات خروج در صورت ارائه میکنیم و نهاییشه که شما همه مردم افغانستان یک جای شوین و او در صورتی میشه که به صلح برسید و به صلح در صورتی که میرسین که مذاکرات بین الافغانی باشه در او صورت. بسیار تشکر. دکتر صاحب سمنمگ، از شما ایتو بپرسم که تال چیزی که ما از طالبان میدانیم روی کرد ایدئولوژیک طالبان نسبت به ارزش هایی است که بخش از هویت یک نسل شده که یک بخش شما امروز اینجا میبینین. اگر ما به آمار نفوذ در افغانستان ببینیم نزدیک به 60% پایین تر از 25 سال هستند که پس از رفتن طالبا در افغانستان در این نظام نوی که امریکا ایجاد کرد همه جوان شدین و به یک زندگی متفاوت رسیدین. حال وضاحت داره که دو روایت در افغانستان شکل گرفته، یک روایت روایت افغانستان آزاد که ما شاملش میشیم و یک روایت روایت طالبا. اگر قرار باشه که هر دوی ازی به هم یک جا نشن، چه رای حل وجود داره بر رسیدن به یک تفاهم که شامل حال همه شوند، نه کسایی که در کابل شیشته بلکه کسایی که در تمام افغانستان حضور دارند؟ مالتر از همه میخواییم هم ابراز همدردی بکنم با قربانیان جنگ و منازعه در افغانستان و از خداوند متعال بر زخمی های مردم افغانستان شفای عاجل بخواییم. واقعیتی است که چرا منازعه در افغانستان شروع شد؟ به دلیل از اینکه حقوق بشری مردم محدود شد، آزادی های مردم محدود شد. شما میبینین که مردم افغانستان شاهد یک حکومت چپ افراطی بود که به شکلی که اونا میخواست به طرز تفکر خود میخواست سر مردم تحمیل بکنه و آزادی های مردم محدود کرد، حقوق بشری مردم نقض کرد و
شاهد حکومت راست افراطی طالبان بود که اون به نوع خود و رقم خود طرز تفکر خود میخواست سر مردم تحمیل بکنه و آزادی ها و حقوق بشری مردم محدود کرده بود. من فکر میکنم که اگر طالب ها یا طرفین منازعه هم طالب و هم ماهایی که مخالف طالب هستیم باید از گذشته 40 سال افغانستان درس بگیریم. او ای است که در صورتی که ارزش های حقوق بشری و آزادی های مردم احترام نشود منازعه تداوم پیدا میکنه. یعنی شما هیچ نیروی را در هیچ کنج دنیا پیدا نمیکنین که اونا قدرت حفظ بکنه بر توسط سرکوب مردم یا با محدود ساختن آزادی های مردم. بنابراین من فکر میکنم که هم طالبا باید یاد بگیرن بفهمن که او چیزایی را که اونا میخواین حق ندارن طرز تفکر شخصی خوده به زور سوته و چماق و دوره سر مردم تحمیل بکنه و این طرف هم نباید طرز تفکر و آزادی های خوده معامله بکنه با طرز تفکر از اونا. و اینا هم نباید تحمیل بکنن. سوال اساسی همینجا مطرح میشه. بله. اگر قرار باشه جانب افغانستان آزاد تاکید کنه بر ارزش های خود و طالب ها هم این ارزش ها را غیر دینی بدانن و یک مقدارش به گفته خودشان وارداتی در افغانستان از غرب بدانن، نتیجه جنگ بیشتر است در افغانستان. چیزی که مردم افغانستان توقع داره بدانن که آیا راه حل برای یا راه میانه بر رسیدن به یک تفاهم سیاسی در افغانستان وجود داره یا نه، به این مفهوم که یک گروه از کابل نشینان تاکید میکنن که 10 تا خط سرخ ماست. اگر قرار باشه 10 تا خط سرخ زمینه جنگ بیشتر شوه، آیا قابل توجیه است بر مردم افغانستان یا نه؟ پرسش اساسی. من فکر میکنم که ما طالبا هم باید بفهمن ببینن که کشورهای دیگه هم هست که مردم آزادی های خود کشورهای اسلامی است ولی آزادی های خود مردم داره. ترکیه مثالش است، الجزایر و تونیزیا مثالش است، کشورهای دیگه که هر رقمی که میخواین زندگی بکنن خواست خود مردم است. نه؟ حد و حدود آزادی های مردم قوانین در یک جامعه مساعد میسازه و ارزش های حقوق بشری. حالا ما نمیگیم که افغانستان مثل کشورهای کاملا غربی به یک کشور کاملا لیبرال تبدیل شوه که وام اگر در آینده ها مردم افغانستان بخواید چرا نه. اما در شرایط فعلی در صورتی که اونا احترام به خواست مردم و به ارزش های حقوق بشری بگذارن باز ما مشکل نداریم. میخوای او دختر از اونا کت چادری مکتب بره، ما به عنوان یک شخص مشکل ندارم. همین روایتی است که دکتر اگر... طالما نمیپذیرن. بخش لودین صاحب، داودزای صاحب، شما هم در بخش از صحبت ها حداقل غیر رسمی ما هم تا جایی که شنیدیم همی است که طالب ها حاضر به چنین یک گفتمان نیستند. طالب ها میگن ما یک ساختار اسلامی میخواهیم که دیگرا جذب از او شوه، ما حاضر هستیم مثلا آزادی بیان بپذیریم اما به اساس ارزش های دین مبین اسلام، ما حقوق زنا را به رسمیت میشناسیم. آیا راه وسطی میتونه برش پیدا کنیم یا چرا نه؟ چرا نه؟ من فکر میکنم طالب ها چیزی را که میگن با او طالب هایی که در دوران حکومت خودشان بود نیستن، به خاطر از اینکه او چیزی را که وا میگفتن عملا در کنفرانس مسکو اینا معلوم شد که او رقم عمل نمیکنن. او در عکسایشان برآمده که با خانم های با که ژورنالیست است کشورشان است حقشان است فوق العاده آزاد است و 2 تا خانم که از طرف گروپ هایی که در مسکو اشتراک کرده بودن رفته بودن با اونا مخالفت نداشتن که اونا خو چادری نداشتن. یعنی در وقتی که طالبا حاکم بود عملا در افغانستان زنی که با چادری بود کمک بوتایش صدا میداد او را لط میکردن در روی بازار. هنوز هست کلیپای با وجودی که اما خدر محدودیت بود سر عکس گرفتن و فیلم گرفتن و اینا، به او خاطر است که چیزی را که اونا البته میگن و دیروز گفته شد در توسط آقای خلیلزاد که او میگن که ما اشتباه کردیم در او زمان، این ضرورت است که دیده شود. یعنی ما به وعده های هوایی طرفین نباید بسیار اعتبار بکنیم و فراموش نکنن که افغانستان 20 سال پیش نیست.
و دنیا دنیای 20 سال پیش نیست. 20 سال قبل ما در افغانستان تلفن کس نداشت. ما یادم است که در دوران حکومت موقت شاید سویدنیا تلفن های نارنجی کمپانی اریکسن داده بود برای 100 نفر. حال فکر میکنم که تمام خانواده های افغانستان در گوشه و کنار افغانستان، در پامیر تا کنج دایکندی تا کنج نورستان تلفن داره و دسترسی به اینترنت داره. هیچ کس نمیتونه محدود بکنه ایره. کشورهای دیگه هم که میخواین محدود بکنن دسترسی به اینترنت هست. در سالهایی که طالبا اینجا حکومت میکردن، بعضی کشورهای همسایه ما اجازه داشتن دشانتنه ها رو نمیداد به مردم، ولی مردم در کنجای خانه خود پت نصب کرده بودن. آل او زمان نیست به حتی در کشورهای همسایه ما و در داخل افغانستان. سپاسگزار. لودین صاحب، سه پرسش. پرسش نخست، شما در جریان بخش از گفتگوها با طالبا هستید و واقعا طالبا تغییر خوردین، و اگر این تغییر خوردین، این تغییر چرا در محلاتی که طالبا عملا زیر کنترلشان است دیده نمیشه؟ درست است که عکسای از مسکو می آید، مسکو در یک ساختار بسیار متفاوت شکل گرفته واقع میشه، اما چیزی که عملا میشه یک برداشت عمومی عملی را ایجاد کرد، قلمروی است که طالبا امروز کنترل میکنه. دوم بخشی از صحبت های دکتر صاحب سمر است، آرمان عمومی همه ارزش ها را سرش تاکید میکنه و ظاهرا استدلال ما را طالب ها نمیپذیره. آیا ابزار داریم که طالب ها را موافق بسازیم که قبول بکنن این آرمان ها را؟ با در نظر داشتی واقعیت که هم جامعه جهانی هم حکومت افغانستان میگه که راه حل نظامی برای مشکل افغانستان وجود نداره. و نقطه آخر مرتبط است به صحبت های داودزای صاحب. حالا که ما در مرحله آغاز گفتگوهای بین الافغانی، چیزی که تفاهم بین الافغانی داودزای صاحب از او یاد میکنه رسیدیم، یک چالش کلان روشی است که طرف ها به او باور دارند. حکومت افغانستان میخواهی گفتگوهای بین الافغانی به محوریت خودش شکل بگیره، چیزی که حتی مخالفین بیرون از حکومت هم در کابل باش موافق نیست. اما طالب ها با روش دهه 90 فکر میکنن که افغانستان هنوز گروه های قومی هستند، جنگ سالارای هستند که قدرت دارند و طرف اصلی جنگ اونها هستند و حکومت یک بخش خردتر از این است که با حمایت جامعه جهانی شکل گرفته و باید این گفتگوها در محور از اینا شکل بگیره. اول خوب می در روی کرد خود این جنگ، شاید جنگ روایت ها و ارزش ها و گپا باشه که ضرورت به تغییر را ایجاب بکنه، اما در نفس خود، در ریشه خود، جنگ که فعلا جریان داره جنگ روایت ها نیست، جنگ تفاوت ارزش ها یک بود از این است. اما این یک جنگ بسیار ساده جیوپولیتیک است که پیش از این که نسل امروزی که نسل جوانه که در می دوره آخر رشد کرد و امروز ما شاهدش هستیم، پیش از این به وجود به این جنگ وجود داشت. اینجا طالب یک پدیده نو نیست که در عکس العمل به می نسل نو و ارزش های نو که ما و شما بهش معتقد هستیم، یا دوره افغانستان جدید که در عکس العمل به این به وجود آمده باشه، طالب قبلا از او هم وجود داشت. بنان یک مقدار و فعلا در نفس خود هم تنش های کس یک مقدار فکر میکنم مردم سر از روایت ها و گپ ها و عقاید و جنبه ایدئولوژیکش گپ میزنن، اما تا کم ریشه های جیوپولیتیک از این که عبارت از بود منطقوی جنگ است، نقش کشورها است در حمایت از طالبان و در حمایت از یک عنصر کلانتر از تنها طالبان، و او عبارت از حمایت از افراطیت دینی که تنها چیزی نیست که فقط طالبا را در بر بگیره، او در امروز در دنیای اسلام و همچنان در فراتر در ما در خاور میانه میبینیم، در جنوب آسیا میبینیم، در منطقه خود ما شما میبینیم که در اینجا این مسئله یک مسئله است که در طی 30-40 سال گذشته بسیار ریشه های گسترده داشتم. و در گفتگوی خود با طالبا و این که از اینا توقع کنیم که بالاخره تغییر کنن و بیان تا که این ابعادش به رسیدگی نشه واقع بینانه نخواد بود. من فکر میکنم که ما وقتی را تصور کرده میتونیم که طالبات تغییر کرده یا نکرده که ما ببینیم که چرا اونا حاضر شدن به می پروسه. حداقل قسمی که قبلا داودزای صاحب گفتن، یک
انوز به این نتیجه نرسیدیم، اما خودم این پروسه یک پیشرفت است و همی پیشرفت از یک طرف نشان میده که طالب تغییر کرده، طالب ایره پذیرفته که از یک بود سیاسی پیش بره، و ما اگر بتانیم ایره قسم بس و ایره زیادتر متاسفانه چیز است که خود افغان ها باید در این مورد کار کنند تا یک خارجی ها، ما ایره به عنوان یک فرصت اگر ایره از ای استفاده بکنیم که بتانیم این بر از اونا امی فضا را برش آماده بسازیم. وقتی که یک دفعه آمدن در کشورها، در هر کشور یک وقت زیاد را میگیره تا بعد از این که مثلا گروه های نظامی مثل طالبا بعد از این که خشونت رها میکنن و سلاح خود به زمین میمانن، از او وقت تا به وقتی که باز با بقیه جامعه راحت میشن و تنش های و تضاد و تقابل ارزش ها تا که مسئله حل میشه یک نسل و دو نسل میگیره. اما چیزی که مهم است که مو چارچوب قانون اساسی، نظام قانون اساسی حفظ شوه و در داخل از او هر کسی آزادی را داشته باشه به شمول طالب. با وجود از اینکه من فکر میکنم که جنگ روایت ها نیست، اما به این معنا نیست که روایت های طالبی وجود نداره در افغانستان، اصلا بسیار زیاد است و یک آدم ضروری نیست که طالب باشه که به عقاید طالبی عقیده داشته باشه. همدل در داخل افغانستان ما کسایی داریم که طالب نیستن، اما از طالب کرده شاید افراطی تر باشن، اما اونا حق دارن که در جامعه عقاید خود داشته باشن، به شرطی که یک کس دیگر مانع نشن که او باز فکر خود و ارزش های خود داشته باشه، و اگر کدام تفاوت هم هست او را باز بتانن از یک چارچوب حل و فصل شون. بنان ای مهمی است که ما اونمو ابزار را که شما میگین ما چه قسم به دست میاریم. من فکر میکنم از یک طرف متاسفانه ما بسیار متکی هستیم به خارج، چه در بود فرض کنیم فشار نظامی است که تصور میشه که تا که مثلا فشار نظامی وارد نکنیم اونا را نمیتونیم به صلح وادار بسازیم و تغییر بیاریم، او یک بود قضیه است. اما یک ابزار دیگر که ما میتونستیم داشته که در اینجا من یک مقدار به ناکامی های خود هم یک مقدار متوجه باشیم، اگر ما امروز میتونستیم در داخل افغانستان حداقل این نظامی را که به نام نظام قانون اساسی و افغانستان و آزاد که کل ما ازش نمایندگی میکنیم اینجا، اگر ما وحدت خود را میتونستیم نشان بدیم، اگر در این پروسه که فعلا جریان داره چیزی به نام گروه ها و چیزی به نام جریان مسکو و چیزی به نام جریان حکومت و غیر حکومت و بیرون و شورای صلح و جریان کرزی صاحب و جریان فلانه صاحب و اینا وجود نمی داشت، یک دست می بود، این بسیار ما را در موقف قوی قرار می داد که ما می تانست که طالب هم می دید که اینجا یک کسی هست که ما باید امراش با آسانی نمی تانست نفی بکنه و بگوید که من تنها را امریکا می بینم. امریکا هم بعدن نمیتونه، امریکا هم به یقیده هستم که به نفع از اونا نیست که حکومت افغانستان یا همین نظام افغانستان به گوشه رانده شوه و کشورهای منطقه خصوصا من میم اگر اما چرا نداریم امیر ایره بخواد. من خود فکر میکنم که انگشت انتقاد به افراد که و به گروه هایی که فرض کنیم از فرصت امیر کسی حمایت میکنه و کسی حمایت نمیکنه این فایده نداره. اصلا چیزی که میشد این بود که حکومت افغانستان امی بزرگی را نشان میداد، امی دل کلان نشان میداد، از گذشت میکردن یک مقدار، چون در شرایط خاص در ملت ها بزرگای باید پیدا شوند که امی گذشت داشته باشند، گذشت کلگی رو جمع میکردن، از این تیر میشدن که خب کی در چوکی اول بشینه کی در چوکی دوم بشینه این مهم نیست، مهم این است که منافع مهم از ارزش ها مهم از چیزی که ما را اصلا باید توجه بکنیم. اصلا یک مردم افغانستان، هر کسی که امروز ما را که در صف مقابل طالبا قرار داریم، امروز هر کسی که ما را بیشتر از این پارچه و پراگنده میسازه او خیانت است. تا
تنها ملامت ساختن حکومت بر از اینکه زمینه سیاسی را بر یک اجماع فراهم نساخته، یک پرسش دومی را مطرح میکنه. او پرسش دومی است که حکومت افغانستان در حد خود تلاش میکنه، بعد یک گروه سیاسی به رهبری یک رهبر بزرگ سیاسی دیگر روز به مسکو اشتراک میکنه. این فکر نمیکنین که عدم اجماع در افغانستان هم رقمی که شما تحلیل کردین و تحلیل عمومی است که روش طالبان مبتنی بر انمی ضعف و ناتوانی یا اما مشکلی که در داخل افغانستان شکل گرفته رابطه داره، مربوط یک الیت سیاسی میشه که هم شامل حکومت هستن هم شامل بیرون از حکومت. اینطور است که افراد ملامت کردن و بر هر چیز بهانه پیدا کردن خب آسان است. هر کس میتونه امریکا رو ملامت کنه، هر کس میتونه کس دیگه رو ملامت کنه. ما فقط بپرسیم کمی خب یک مقدار ملامتی رو شاید کل ما داشته باشیم، فرصت ها را از دست دادیم در گذشته که شاید امروز این وضعیت نمی بودیم. اما این که از نظر قانون اساسی این رئیس جمهور افغانستان است که پاسدار قانون است و پاسداری از قانون چی را ایجاب میکنه؟ امیر اول وحدت ملی را ایجاب میکنه و افراد در هر جامعه مردم میباشن که فکرهای مختلف دارن، کس مخالف حکومت است، کس موافق حکومت است. یعنی مسئولیت یک مقدارش کلگی دارن، اما مسئولیت اساسی را حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان داره. حرف دومی است که اصلا یک مقدار امیر هم ببینه، کسایی که امو جانبی مثبتش هم باز ببینه، هیچ کس هیر نگفته که من اصلا با کمال احترام حرف قبلا تو وانمود شد که گویا مردم گفتن که با محوریت حکومت اختلاف وجود داره. تا جایی که من خبر استم خو هیچ کسی با محوریت حکومت افغانستان در پروسه صلح مخالف نیست مگر طالب ها، چون غیر از طالب او البته طالب من حرف نمیزنم، من از طالب خبر نیستم، من از در کسی که در داخل افغانستان است. در اینجا هیچ کسی نه در پرنسیب نه در حقیقت. شما پرسان کردین کمی بیانیه کسایی که مسکو رفتن چی گفتن؟ شما پرسان کردین که در این نشست آخر چرا این نشست ناکام شد؟ خود دلیل ناکامیش یکیش ایست که آتش بس قبول نکردن، یکی که مذاکرات بین الافغانی با محوریت حکومت افغانستان او را قبول نکردن ناکام شد، و سیومی که اینا تاکید کردن که مؤسسات عام المنفعه را باید طالبان مورد هدف قرار ندن. بنوان یک مقدار سرازی نرین که کی در تیارش ایش تو رفت مسکو، سرازی ببینه کمی سه خواست کی با این سه خواست مخالف است. درست. هیچ کس نیست بنوان و با محوریت حکومت افغانستان هم. اما دلیلی که ناکام میشه گفته چرا، به خاطر میشه که ما بازم برمیگردم که ما اگر امروز اینجا یک وحدت ناشکن میداشتیم آسان نمی بود، نه برای طالب نه برای پاکستان نه برای هیچ کسی که ما رو نادیده بگیره. بنان یک مقدار هم الان شاید سر وقت باشه. درست. من فقط برای وضاحت وقتی که ما گفتم دو روش برای آغاز گفتگوهای بین المللی وجود داره، یک روشی است که طالبا تاکید دارن کو بر محوریت حکومت افغانستان نیست، چیزی که بارها طالبا هم رقم در گزارش ما آمد در نشست ابوظبی. اگر موافق باشین یک فرصت بتیم برای حاضرین که یک تحلیل خود از صحبت های ما تا حال داشته باشن، شما بفرمایین. علمی سر تشکر سر جواب داوزه سر صحبت های بسیار جالب را مطرح کردین جولودی سر دکتر سر، ولی من دو بخش دیگه از صحبت ها رو میخوایم کم وضاحت بر ما بدین سر. اول مسئله صلح است، دوم مسئله حکومت. خب میمسه مسئله صلح، آیا داوزه صاحب شما معتقد هستید که لغت صلح را به کار بردیم که مذاکرات به صلح می انجامه، در حالی که پیش ما تشویش های وجود داره و تشویش های ما ناشی از چیست؟ شما در صحبت ها از حکومت پاکستان هیچ نام نبردین، در حالی که بار بار ما از شما شنیدیم، از سیاسیون افغانستان شنیدیم که طالب ها گروه های متفرق هستند، حداقل 20 یا 21 یا 22 گروه که با طرف های گوناگون و با همسایه های مختلف و با جناح های مختلف در ارتباط هستند. و از طرف دیگه ما تاریخی که با پاکستان داریم، پاکستان در قسمت گروه سازی بسیار موفق است و تجربه داره. ممکن است یک گروه را بیای با شما بیاید، پنج گروه دیگر را دوباره تشکیل کنه، در حالی که ما هیچ گونه اقدام در طول 18-19 سال به خاطر رفع اختلافات بنیادی خود با پاکستان نبرداشتیم.
هیچ گونه تشویشی که از جانب پاکستان وجود داره ما کم کاری نکردیم که پاکستان تشویش رفع کرده باشه. او تشویش به شما معلوم است که سه موضوعی است که خب نمیخوایم ذکر کنم. یک مسئلهش دیگه جناب داوودزاده صاحب، شما چطور میخواین از طالبا که بیای با حکومت بنشینه مذاکره کنه در حالی که بعد از اول جوزا مشروعیت حکومت زیر سوال رفته؟ دو، حکومت متشدد و پراگنده داخل خود اختلافات فراوان داره. سه، پیمان شکن است. پیمانش قبلا ما دیدیم با حزب اسلامی کرده ادامه میکنه، پیمان شکسانده با معاون اول خود جور نامد، با ریاست اجرای جور نایست، با تمام وزرای خود بار بار وزیران رفتن آمدن. آدهی اخیران شما دیدیم که فساد اخلاقی در مرگ ما شما وظیفه داشتیم چه یک جای مقدس پاک بوده، فساد اخلاقیش برامد از طرف خود حکومت در مطبعات برامد و یک حکومت یک کارش به اتمام رسیده. چطور توقع دارین که طالبا بیای به حکومت بشینه؟ خانم محترم لطف کنین. به نام خدا، من هم یک سوال دارم در مورد اجماع ملی که اصطلاحی است که همه سیاسیون، همه طرفایی که باور به صلح دارن همیشه استفاده میکنن، اما حکومت ما هیچ باوری به اجماع ملی در افغانستان نداشته در مورد پروسه صلح. دلیلش هم همون لیست بلند و طولانی که از طرف طالبا به مسخره گرفته شد و لیست اشتراک بر محفل عروسی یاد شد از او. وقتی که داخل لیست برین افراد اشخاصی هست که من فکر میکنم تا امروز حتی به مفکوره طالبان و به مفکوره طالبانی هنوز نتونستن که معلومات خاصی را بگیرن. دلیل از این چی بود غیر از این که مردم باور کنه که حکومت خودش باورمند به آمدن صلح نیست و نمیخواد صلح بیاد؟ با این نوع لیست گرفتن، لیست فرستادن، خودشان اجماع ملی را خراب میکنن. بسیار تشکر. با یک شوخی داوودزاده صاحب دو فهرست نام من بود به عنوان خبرنگار. شما لطف کنید. شما خارجی نمیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. غرزنگ سیاره ما. لودنس از ما پختنه یو تا راجه دا یو داوزو سبتا. لومړی خدا چې طالبانو څنګه وکولای شو چې سیمه ایز اجماع د افغانستان د گاونډیانو د دغې سیمې هیوادونو په خپله نفع باندې راوڅرخی. اما بل طرف ته مګو تاسې چې په ټوله کې حکومت او دغه دولت چې نظام دی ومنو شو کړلی چې وکولای شو د سیمې اجماع د ځان په نفع باندې راوڅرخو. دویمه پوښتنه مې د وزه صاحب تاسو ته ده، آیا که چېرته طالبانو سره سوله وشي څه فکر کوئ چې جنگ به ختم شي کنه؟ د داعش پروژه به بیا تر طالبانو ډیره قوي او په افغانستان کې به یو بل نورین سره مخامخ کیږي او کنه؟ سپاسگزار هستم. لطفا شما برام خواهر که در رده دوم است. بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مهمانای عزیز و همچنان حاضرین در تالار شمس سعادت هستم. سوالی که من میخوام بپرسم از جناب دکتر صاحب سیما سمر هست که اینا گفتن که نگرش طالبان تغییر کرده. شما نشست مسکو رو مثال زدن که طالبا با خانما نشستن صحبت کردن، این یک بود از قضیه هست، اما بود اصلی یا واقعی قضیه که در افغانستان فعلا ما میبینیم و شاهدش هستیم این است که طالبان هر روز به جرم به اتهام های متفاوت خانم ها را سنگسار میکنن، دره میزنن، شلاق میزنن و یا سایر جنایاتی که در حق اطفال سرزمین متقبل میشن، اینا را چگونه ما بفهمیم یا بخوایم تعبیر بکنیم به اینکه نگرش طالبان نسبت به حقوق بشر، نسبت به حقوق زنان تغییر کرده؟ از طرف دیگه سوال میخوایم بپرسم از جناب داوودزاده صاحب که ایشان به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور در امر اجماع منطقوی هست، آیا تا هنوز افغانستان تانسته اجماع منطقه‌ای را در مورد صلح افغانستان حاصل بکنه؟ آیا با پاکستان به توافق رسیده که بتونه حداقل از اجماع را حاصل بکنه، یا با ایران که یک از همسایه‌های بسیار نزدیک ما هستن که همواره بخشی از مشکلات ما مربوط میشه به ایران و اکثریت مشکلات ما مربوط به پاکستان؟ بنان این اجماع به حداقل ترین مرحله‌اش رسیده که ما امیدوار به این باشیم که حداقل یک اجماع متوسط حاصل میشه و صلح افغانستان هم برقرار خواهد. بسیار تشکر، بسیار واضح بود. شما لطفاً مایک برای دوست ما تشکر میربونید. بسم الله الرحمن الرحیم. مسیح شفیقی هستم. سوالای من مربوط به داوودزاده صاحب میشه. اولی که داوودزاده صاحب، شما در آغاز سخنانتان گفتین که بین رهبرای حکومت توافق شده بر صلح در آخرا، اما در اول ما شاهد از این بودیم که در نشست صلح که برگزار میشه جرگه مشورتی صلح دکتر صاحب عبدالله شرکت نکردن، ایره یک پروسه کمپاین انتخاباتی خواندن و جرگه که 5 میلیون دلار یا بیشتر یا کمتر
هزینه داشت. آیا شما فکر میکنین کدام تغییر آورد یا کدام فایده داشت؟ چون ما خود ندیدیم بایست یک شهروند. تشکر زیاد. لطفاً به دوست که از شما بدتر است. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ظفر احمدی هستم. سوال من متوجه دکتر سپسی مصمر است. بسیار کوتاه است. بسیار به اختصار سوال کنم از ایشون که به نظر شما اگر صلح بیاید در افغانستان، که صلح بسیار یک کلمه جذاب و خوشایند است بر کل مردم افغانستان، ولی بعضی از تحلیل ها نشان می‌دهد که شاید صلح واقعی در افغانستان نیاید، یک صلح شاید مصنوعی بیاید، به این معنا که مگر ما چقدر از کادر رهبری طالبان که در هرم قدرت هستند، در هرم اول به حساب رهبری هستند، میتونیم جذب کنیم، جذب دولت کنیم؟ او لایه های پایینی از نیروهای طالبان که میمانند به حساب بیکار میمانند، زیادتر از تشکیل شده از قشر روستایی هستند، یا جذب کدام گروه افراطی و رادیکال دیگه ای نخواهد شدن؟ تشکر. بسیار تشکر. داوودزاده صاحب، یک بخش کلان از این پرسش ها مرتبط به شما و یک بخش هم حتی مرتبط به حکومت افغانستان میشه، که هرچند شما نمایندگی در این بحث ما از حکومت افغانستان نمیکنین، اختیار دارین که میخواین به نمایندگی از حکومت جواب بگوین یا نگوین، چون بحث ما بیشتر معطوف است به پروسه صلح افغانستان. اما خواهشی که من دارم با در نظر داشت محدودیت زمانی برنامه، اگر لطف کنین نه هر مورد شماروار، بلکه به گونه عمومی بر 3-4 مورد کلانی که وجود داره که شامل جواب بر همه شوا پاسخ بگوین، تا ما فرصت یک گفتگوی آخری را هم داشته باشیم. درست. تشکر. جمع‌بندی میکنیم، هر عنوان یک کمی صحبت میکنیم، ولی قبل از اون وضعاتی که شما گفتین، من افتخار دارم که از دولت نمایندگی کنم، ولی نه از حکومت، جزء حکومت نیستم ولی جزء دولت است و از اون زاویه میتونم حرف بزنم و وضاحت بدم، نه دفاع. اصلا ملت به وضاحت ضرورت داره، نه به دفاع. در قسمت ختم جنگ یا صلح، صلح یک لفظ کلان است، هدف نهایی صلح است و صلح هم صلح با عزت و صلح پایدار، صلحی که بعد از او باز جنگ نباشه، بعد از شاید جنگ نباشه. اما مقصد اولی و خط اولی ختم جنگ است، که به ختم جنگ نزدیک شد. در اگر رسیدیم به یک تفاهم نامه صلح یا بالاخره به معاهده صلح با طالبا که بین دولت افغانستان و طالبا امضا شوه، در این مکه تان موافق هستم که تضمین نیست که جنگ ختم شوه، چرا دو بعد دیگه داره جنگ. یک گروپ های تروریستی است که در افغانستان حضور دارند و طالبا از اونا نمایندگی نمی کنند، و فکر نکنم که هیچ دولت افغانستان حاضر به مصالحه با گروپ های تروریستی باشه و تفاهم نامه یا معاهده صلح را با گروپ های تروریستی امضا کنه. ولی اگر مسئله با طالبا حل شوه و جنگ با طالبا ختم شوه، بازو قسمت الحمدلله که نیروهای امنیتی و دفاعی ما شما رشد کرده، اونا میتونن که مهار کنه گروپ های تروریستی را. ولی نگرانی هایی هست که شما هم یقینا به مو اشاره داشتین، که طالبا شاید از یک کشور همسایه، چند کشور همسایه الهام میگیرن، از اوجه حمایت میشن. اگر چنین باشه و طالبا تخلیق شده پاکستان باشن و تحت حمایت پاکستان باشه و پاکستان به اهداف خود نرسه و ما معاهده برسیم با طالبا، امکان داره جایگزین طالبا خلق شود. فلحاظ باز ما صلح دائمی و پایدار نداریم. پیشنهاد به ایست که در قدم اول با طالبا به ختم جنگ برسیم، ولی در مرحله آخر باز با پاکستان هم مشکلات بنیادی خود به شکلی از اشکال حل کنیم، با در نظر داشت منافع ملی خود ما. او در جزش است. من خدمتان عرض کنم، اکثرا گفته میشه که دولت بی برنامه است، دولت نقشه ایران نه داره. این قسمت است که به نمایندگی دولت میخوایم صحبت کنم. دولت نقشه را داره. یک جزء شمی تفاهم بین امریکا و طالبان که صحبت ها میشه، یک جزءش مذاکره و مفاهمه و مذاکره بین دولت و طالبان هست، یک جزء دیگهش مبارزه با تروریسم و جنگ با طالبان است، در صورتی که اونا با جنگ دوام بتن. جزء سومش نگاه کردن یا تضمین
مشارکت بین المللی در افغانستان است که بدون از او تا به یک مدت زیاد ما آسیب پذیر می باشیم و اجماع منطقوی که بعد در قسمت اجماع سر از او تبصره خواد کرده، یعنی دولت نقشه را داره. در قسمت اجماع کمی خلاص صحبت کنم، دولت در سه سطح بر اجماع کار کرده. اول اجماع بین المللی که همه ما شاهد اجماع بین المللی هستیم، کل مشترکین بین المللی ما سر ختم جنگ موافق هستند، یعنی هر چی زودتر باید جنگ ختم شود. در قسمت منطقه ما لفظ اجماع را استعمال نمی کنیم، و بسیار کلان لفظ است. منطقه بسیار تنش های خود داره، تاریخچه تنش ها وجود داره. چهار طرف ما در بین از اونا اجماع آوردن سر کوچکترین مسئله هم امکان پذیر نیست، ولی هماهنگی آورده میتونیم. یعنی در قسمت منطقه ما به طرف هماهنگی پیش میریم و هماهنگی ایجاد شده. اگر مشخص سر کشورام گپ بزنیم، با چین هماهنگی بسیار خوب داریم، با ایران بسیار خوب داریم. وقتی که ایرانیا طالبا را دعوت کردن به تهران، قبل از اینکه دعوت کنن با دولت افغانستان مشوره داشتن، و بعد از اینکه طالبا از ایران رفتن، بعد از او آمدن دولت افغانستان در جریان قرار دادن که موقف ایران چی بود، موقف طالبا چی بود. با هندوستان هماهنگی بسیار خوب داریم. با پاکستان یک چیزی مشکلات داشتیم که در میواخر او هم رو به بهبود است، رو به خوب شدن است. دوزه صاحب، به دلیل محدودیت زمانی که داریم، یک بخش کلان از پرسش ها معطوف بود به چگونگی روی کرد حکومت، کو شامل جرگه می شد، شامل اتهاماتی که بر حکومت وارد است، صلح نمی خواهد. اگر کوتاه در این مورد هم بگویم، اجماع بین المللی، هماهنگی منطقوی و اجماع ملی، این از وظایف دولت است که اجماع ملی را ایجاد کنه. اجماع ملی با دو سطح ایجاد شد، کوشش شد، یک قسمتش خوب بود، یک قسمتش مشکلات داشت. با سطح کلان، با رده اول سیاسی برای ایجاد اجماع، حکومت افغانستان، البته حکومت وحدت ملی، ایجاد شورای رهبری مصالحه را در پیش گرفت که همه سیاسیون رده اول اشتراک داشته باشند و روی مسائل مهم و عمده به نتیجه برسند، صحبت کنند، که در مورد لست با مشکلات مواجه شدند. اما دولت در ایجاد مکانیزم اراده درست داشت. ای که باز چطور نرسیدند به نتیجه، او عوامل مختلفه دارد. با سطح ملی سرتاسری باز لوی جرگه بود که از اقشار مختلف افغانستان، از اکناف مختلف، از دورترین ولسوالی مردم آمدند، بحث کردند و 23 ماده قطعنامه را پیش کردند. اما اختلاف سیاسی پاسخ برش چی است داودزی صاحب؟ ای که یک سوال بود که وقتی که فرد شماره دوی حکومت اشتراک نمیکنه، و همچنان یک پرسش کلان در مورد هزینه چنین برنامه های ملی و حکومتی در افغانستان. هر برنامه هزینه داره. با مقایسه لوی جرگای قبلی ای ارزان ترین بوده و سر تاسیسات هم بیشترین مصرف شده، که انشالله به زودی و همه مصارف در خدمت ملت قرار میگیره برای اقناع ملت. یعنی او را ما قبول ندارم که مصارف گزاف بود، ولی هر پروسه ایجاد اجماع یک چیز مصرف از خود داره. گزاف نبود، مقایسه کنین با لجرگاه دیگه. اما ای که یکی از رهبرهای حکومت وحدت ملی مقاطع کرد و از آدرس رئیس اجرایه مقاطع نکرد و از آدرس تکت انتخاباتی خود مقاطع کرد. دکتر صاحب، یک پرسش از شما مطرح شد، دو تا، و همزمان اگر من یک پرسش و نگرانی عمومی را اضافه بسازم، مویی بود که هر روز مردم افغانستان قربانی بر صلح میتند. دیگه چی باید مردم افغانستان، خصوصا بخش افغانستان آزاد، ارائه بکنند تا زمینه برای یک راه حل سیاسی مطرح شود؟ در رابطه با سوال خواهرمان که من گفتم طالبا ممکن است تغییر کرده باشه، ممکن است تغییر کرده باشه. او طالبی که در مسکو با اونموت یک وضعیت میشینه مصاحبه میکنه، طالب دیگه در یک گوشه افغانستان زن به خاطر که در تلفن گپ زده امرای یک کس دوره میزنه یا چوب میزنه. واقعیت این است که ما گفتم ممکن است تغییر بکنن، انسان ها قابل تغییر است. اما چیز را که میخواییم بگویم از امی طریق میخواییم پیام بتویم به طالب ها که چیز را که تصور میکنن
عملی نیست در افغانستان. خودشان حکومت کردن در افغانستان، بسیار مردم علت کردن، کشتن، اختطاف کردن، مردم سربنیست شد. نتیجه چیست که مردم تابع نشد و از این به بعد هم نمیشه، به خصوص که 20 سال گذشته در افغانستان تغییرات بسیار جدی آمده. بنان توقع از این که دفعتن طالبا فرشته شده باشن نیست، به هیچ صورت من شخصا نمیتونم اداره بکنم. در رابطه با سوال دومی که از من شد که اگر صلح بیاید، به نظر من قطع جنگ صلح نیست. خواهر و برادران، صلح از دید من زندگی بدون ترس است، زندگی عادلانه است. ما صلح را که مثلا در جریان 41 سال جنگ در قرارداد ژنو داشتیم، در قرارداد بین مجاهدین داشتیم، بعد از او بین نیروهای مختلف در مجاهدین داشتیم، با قرارداد بن داشتیم، صلح نامد، جنگ تداوم پیدا کرد. یکی از علتهایش عدم پاسخگویی به این مسائل است، عدم رسیدگی به درد و رنج قربانی های منازعه است که ما انو در این سطح. البته این باید بحث صورت بگیره. چیزی را که من میگم که حال پروسه های صلح آغاز شده، من به نظر من پروسه های مذاکره یا گپ زدن یا حداقل دیدن یک دیگه آغاز شده. این به این زودی نتیجه نمیتونه، ممکن هم نیست. اگر ما عجله بکنیم در این رابطه و خودخواهی بکنیم، برای اینکه گروپ های خاص هست که میخواهد که این پروسه تنها از او باشه و کس دیگه اشتراک نداشته باشه و قهرمان انسان باشه، این ناممکن است. مردم افغانستان حق داره نظر داشته باشه و نظر بتن و اشتراک داشته باشه. شما میبینین با وجودی که جناب داوودزای صاحب میگه که حکومت تلاش میکنه مشارکت داشته باشه، ولی به او صورت مشارکت نبوده. اول همی چیزی را که به نام گروه مشورتی یا شورای رهبری مصالحه بر رئیس جمهور اعلان کرد، مشارکتی نبود. یک تعداد افراد خاص بود، مخصوصا تعداد زنها بسیار کم بود به اونجا. یا شما جلسات دیگر میبینید، آقای خلیلزاد مثلا، البته این جلسات اخیرش بهترتر است. در اول امرای رئیس جمهور رو مگه میدید، شما میدیدین که قطار 300 نفری مرد است، یک زن هیچ نیست. یا امرای رئیس جمهور کرزی هم که جلسات داشت، شما هیچ زن رو نمیفهمید. یک کنج امیرا جان لودین ششته که او رو کامران نمیگیره که به خاطر که اقلیت است. بنان این تمام مسائل و تعهد سیاسی جدی صادقانه نیاز است. اینال ما از این پروسه صلح هم در این وقت که انتخابات است نباید به عنوان یک وسیله کمپاینی استفاده بکنیم. آلی بوچی مردم هم حق داره اتهام بزنه که مثلا شورای امی لوی جرگه صلح یک مسئله کمپاینی بوده، یعنی کاملا رادم نمیتونه آدم بکنه. صادقانه بگوییم، به عنوان یک شهروند حق دارم این نظر خود بگوییم. هیچ تضمینی هم وجود نداره که طالبا جذب نیروهای افراطی دیگه نشه. بعد از این تفاهمی که بین طالبا و حکومت افغانستان یا مردم افغانستان به وجود بیاید. لودین صاحب، با در نظر داشته که ما نزدیک به 4 دقیقه وقت داریم تا این برنامه را ببندیم، یک پرسش اگر شما در کنار پرسش هایی که مطرح شد جواب بگوین، اوی است که یکی از نگرانی های کلان داوزه صاحب رهایی زندانیان بر مردم است. آیا این پالیسی یک پالیسی درست بوده؟ آیا این تاکتیک طالب ها را تغییر داده؟ آیا طالب ها قانع شده این با رهایی زندانیانشان؟ و گاه شما میبینین که انتقاد جمعی نه تنها که در بیرون حکومت بلکه نیروهای امنیتی یک پرسش اساسی شان می است. اول خود ورور سوال و دیگه پا باره که طالبان و منطقوی فعالیتون پا باره که دی اجماع دی ایجاد پا باره که اول خو موږ زیات تشویش نه کول دي نه دا یو مسله چې زیات مترکیږي. دا د طالبانو ډېر مشروعیت ترلاسه کړی، د سفرونه کوي او مختلفو پایتختونو ته ځي. د ما خپله نظر دا ده چې دا اصلا طالبان په سفرو باندې مشروعیت نه ترلاسه کوي، او دا خو او د مشروعیت سوال فقط هغه وخت مترکیږي چې د دلته د خپل د افغانستان د ملت پسترګو کې او د دنیا پسترګو کې د نور پسترګو کې د افغانستان د قانوني نظام مشروعیت څومره ټینګ ده، څومره قوي ده، او
او په هغه اندازه سه د ضعیفه کیږي خدای نه خواسته په هغه اندازه بیا هغه قوتونه سه د دې نظام په ضد جنگیږي او د دې دښمن تلقی کیږي دغه مشروعیت ته باندې یاتیږي طالبان تر اوسه هم په جدي توګه یو څه د ځینې خلک تاکتیکي رابطې ورسره لري چې د منطقي هیوادونه دي او یا داسې اوس امریکایان ورسره خبرې کوي اروپایان ورسره رابطه لري دا تاکتیکي رابطې دي دا په دې معنی نه ده چې هغوی طالبانو ته ترجیح ورکوي یا هغوی یو مشروع قوت په سترګو ورته ګوري او دا خو په یو حساب یو مفید کار هم ده سه یو ګروپ سه تر بله ورځ پورې فقط یو یوازې نظامي او تروریستي ګروپ او له تاوتریخوالي نه بغیر څه نه پیژندل نن مثلا یو سیاسي بود لري او هغه خلک زی او مختلف جوړ سفر کوي او په سیاسي بحثونو کې اشتراک یعنی هغه یوې جنبې ته څوک ګوري اما د ما ډیر تاکید په دې باندې ده سه په هغه اندازه سه دلته د داخلي د قانوني نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راځي د دوی دغه د اجماع مسله سه مطرحه لمخ کې اجماع ډیر زیات اهمیت لري دنیا په سطح باندې اجماع نه څوک ایجاد ولای سي او نه ضرور د منطقې په سطح ته ضرور نه ده اما چې سر ډیر با مفهوم خبره ده داخلي ملي اجماع ده یعنی حکومت کا اصلا بيخي منطقه نه تلل موي کوم لوی ستونزه نه و کاملا دنیا سره تفاهم نه وای بیا هم دومره لوی ستونزه نه و تر هغه کې داخل کې یو اجماع موجود وای داخل کې تفاهم وای په لوی ملي مسایلو کې او د سوري مسله خو بیا د یو مهمه مسله د سدې ک تاسو د شلو کلونه ته وګورئ د تیرو شلو کلونه یوې موضوع باندې هیڅ کله اختلاف د نظر په افغانستان کې نه و د سوري مسله یعنی چا به ویل سه سوله مهمه نه ده چا ویل سه کوم چا یې مخالفت کړیو حتی په د ما یادیږي په 2013 کې کله سه د هغه مسله و جنرال مشرف سره د سولې په پروسه کې خبرې کېدلې او ډاکټر صاحب عبد الله سي نن په حکومت کې شریک ده او د هغه وخت کې د اپوزيشن مشر و په اصطلاح د یو سوال او 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 د هغه وخت رئیس جمهور پیشنهاد وکړ چې یو ملي یو لوی جرګه د جوړ شي د سولې په ارتباط د سوال وک په دې مورید کې چې موږ د په هدف باندې نه پیو په مغه مورید کې مغه سره خبرې وسه لو ډاکټر صاحب عبد الله راغی د مغه لوی جرګې مشر سو بل اخره ریاست یو کده جرګې یعنی د افغانستان په سطح همیشه اجماع د سولې په باره کې و خو نن متاسفانه د شاهد یو په داخل کې تفاهم نسته بنان موږ زیاتر دلته مشروعیت توجه وکړو سوال زندانیار شما خوب است که مطرح کنید چون من هم یادداشت خود داشتم ای چون یک مسئله حاد روز است من فکر میکنم یک اشتباه است البته به عنوان یک پرنسیپ به عنوان یک وسیله به عنوان یک موضوع که در مذاکره مطرح میشه زندانی طالبان زندانیان طالبان و متقابلا توقع ما از کسایی که پیش از اونا هستن سربازایی که شاید پیش از اونا اسیر باشن یک موضوعی است که مطرح است و طالبان از روز اول به عنوان یکی از خواسته های مهم خودی رو مطرح کردن اما ای که حکومت بخیزه بدون از اینکه کدام تفاهم شده باشه بدون از اینکه کدام مذاکره صورت گرفته باشه به شکل یک جانبه بدون کدام دلیل فقط به معنای یک چیز مبهم مثل عید در عید اصلا مردم کسایی که سنشان زیاد باشه خانما مستحقین مستضعفین اونو تو مردم ها رو معمولا مورد عفو قرار میتن که مستحق عفو می باشن و اکثرا در هر عید امی گپ است اما ای که در روز عید بیارن قاتلین مردم افغانستان رها کنن و هم در صورتی که هر روز تابوتای مردم خود ما از فرزندای خود ما که از دست از اینا کشته میشن اونا میان پیش ما خو اصلا هیچ این نه تاکتیک است این نه استراتژی است این نه یک پلان است نه یک برنامه است این به اساس چی میشه ما مردم باید سوال بکنن این مثلا سپاسگزار هستم بحث سال بحث نیست امور رقمی که رسیدن برش به یک روز ناممکن است نمیشه در یک برنامه ما هم به صلح برسیم و راه ها را زیقی زمان مرا مجبور می سازه که ما بحث امشب با یک جنبندی بسیار سریع و اما قدر که ذهنم
اجازه میته برام و بیادم است از این بحث امروز خاتمه بتم. یک بخشی که بحث شد حکومت افغانستان است، مسئولیت افغانستان و چالش هایی که افغانستان با او روبرو است، پیشرفت های صورت گرفته، جامعه جهانی امسان و تا طرف های بیرون از حکومت افغانستان تلاش دارند تا در محور حکومت افغانستان یک راه حل سیاسی بر بحران کنونی پیدا شود. اما نقطه ای که هنوز وجود دارند نگرانی هاست که حق مشروع مردم افغانستان و طرف های سیاسی و سایر طرف های سیاسی در افغانستان است که باید شنیده شود. هرچند داودزای صاحب تاکید کردند که تلاش های صورت گرفته، اما انتقاد های هم وجود داشت که لودین صاحب به یکی دو مورد از او اشاره کردند. چیز دیگه که جالب بود به نظر من از بحث امروز استفاده کلمه که داودزای صاحب از او به عنوان هماهنگی منطقوی یاد کردند، تا اجماع، تا هم در ذهنیت عمومی به خاطر رسیدن بر اجماع منطقوی بر صلح یک کار جنجالی است، با در نظر داشته که لودین صاحب هم به او اشاره کردند که جنگ امروز جنگ 10 سال گذشته نیست، یک تاریخ داره در افغانستان. نقطه دیگه که اهمیت داشت و در این بحث امروز برش اشاره شد صحبت دکتر صاحب سمر بود که صلح به مفهوم قطع جنگ نیست، به مو اندازه که رسیدن به یک صلح اهمیت داره، به مو اندازه عدالت با ارزش است، حفظ عزت آزادی ها و آبروی مردم افغانستان و رسیدن به یک راه حل که بتونه پایدار باشه، نه ای که یک معامله سیاسی، البته الفاظم متفاوت‌تر استفاده میکنم، که زمینه دوام جنگ شوه. و نقطه آخر نگرانی های مردم هستند که یک بخشش دانشجوها هم اینجا شریک ساختند که نیازمند به یک گفتگوی دوامدار میان حکومت افغانستان، کسایی که در این پروسه دخیل هستند و طبیعتاً که رسانه ها میتونن نقش بازی بکنه که فضا را فراهم کنه. من سپاسمند تمام مهمان های عزیز هستم، بزرگوارایی که در اینجا و دانشجوهایی که در این بحث امروز اشتراک کردند و شما بیننده های عزیز که با نهایت حوصله صحبت تا ما را دنبال کرده. تا دیدار بعد، الان نگهدار و امیدوار هستم که برنامه امشب ما آغازگر یک سلسله از بحث‌ها روی مورد باشه. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان.